شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم موندن بر من آمد بر من روشن شد از او بم مادر من گفتم مراگی نمشد تو برا گفتم برم هرست ماهم با سلام و درود به یاران عزیزم و آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. در سال 1349 من وارد دانشگاه تهران رشته حقوق قضایی شدم در دانشکده حقوق و در سال 1353 از این رشته فارغ التحصیل شدم و رفتم برای خدمت سربازی. در طول اون سالهای تحصیل دانشگاهی، دانشگاه تهران و به خصوص دانشکده حقوق بسیار متلاطم بود. سال اول آقای دکتر گنجی ریاست دانشکده رو عهده‌دار بود و حضور و غیاب‌ها با شدت و دقت بسیار زیادی انجام می‌شد. اما چون در اون سال‌ها دانشگاه تهران کانون پرتب و تاب و پرجوش و خروش حرکت‌های دانشجویی بر علیه سیستم حاکم بر ایران در اون زمان بود، در نتیجه دکتر گنجی از دانشکده حقوق رفت و دانشکده حقوق و دانشکده فنی در همسایگی یکدیگر در دانشگاه تهران کانون فعالیت‌های دانشجویی به شمار می‌رفت در اون زمان. حالا ایوحال کسانی که در اون سالها که منتهی شد نهایتاً به 1357 و به برچیده شدن سلطنت دودمان پهلوی از ایران دانشجو بودند در دانشگاه‌های در دانشکده‌های حقوق و فنی، نظر به این که حضور و غیاب مرتبی انجام نمی‌شد، این فرصت رو داشتند که اوقات خودشون رو به نحو دیگری مورد استفاده قرار بدند. هر جمله این بود که میرفتن کتابخونه ها یا میرفتن به دانشکده های دیگه در جلسات دروس مورد علاقه خودشون شرکت میکردن. از کسانی که در دوران دانشجویی در اون سالها ما با هم رفت و آمد داشتیم و نشست های دوستانه فرهنگی با هم داشتیم، چند نفر از اشخاصی بودند که به موسیقی سنتی ایران علاقه بسیار زیادی داشتند و همزمان که شاگرد دانشکده حقوق بودند به خانه سبا هم برای یاد گرفتن موسیقی رفت و آمد می کردند و در این حال به دانشکده هنرهای زیبا هم که مرحوم استاد نورعلی خان برومند ایشون اونجا موسیقی تدریس می‌فرمودند و ردیف‌های تار رو در دستگاه‌های مختلف موسیقی ایران به دانشجویان و هنرآموزان آموزش می‌دادند، می‌رفتن شرکت می‌کردند. به همین دلیل کلاس‌های مرحوم برومند
فقط اختصاص به شاگردان ایشون نداشت، عده خیلی زیادی شرکت میکردن که علاقمند به فراگیری موسیقی ایرانی بودن. همچنین بودن کسانی که به رشته فلسفه در دانشکده ادبیات میرفتن در دانشگاه تهران و سر کلاس های آقای سید احمد فردید شرکت میکردند و ایشون درس فلسفه میداد در اون سالها. بسیار جمعیت قابل توجهی همیشه در کلاس های درس ایشون شرکت میکرد که غالبشون از رشته های دیگه میومدن و میشستن از محضر ایشون در واقع استفاده کنن و شاگردان ایشون به معنی این که شاگرد رشته فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران باشن نبودن. و باز یادآوری میکنم که چون دانشگاه به طور کلی به هم ریخته و تا اندازه شیرازه نظم و نسقش از هم گسیخته بود، به همین دلیل اگرم که مثلا دانشجویان دانشکده حقوق در اون ساعت یک کلاسی داشتن که آقای فردیدم یک کلاسی داشت، اینها کلاس خودشون رو ول میکردن میرن سر کلاس آقای فردید میشستن و به این ترتیب بود. اسم ایشون بود سید احمد مهینی یزدی که بعدها ایشون برای خودشون تخلص فردید رو انتخاب کردن. از این دوستانی که ما در اون زمان داشتیم عده‌ای بودند که هم سر کلاس های آقای نورعلی خان برومند شرکت میکردن و هم سر کلاس های آقای فردید شرکت میکردن، یعنی هم به موسیقی علاقه داشتن و هم به فلسفه علاقه داشتن و در این حال دانشجوی رشته قضایی یا سیاسی دانشگاه تهران بودند. و نهایتا در پایان دوره تحصیلاتشون هم لیسانس حقوق گرفتن، اما اون چیزهایی که خارج از رشته حقوق با قول معروف دروس خارجی رو که سر شرکت میکردن فرا میگرفتن بیشتر و گسترده تر و عمیق تر و با علاقه بیشتری دنبال میکردن. در روزم وقتی که خانه سبا یا کلاس های آقای نورعلی خان برومند یا درس های آقای فردید به پایان میرسید، میرفتیم دور همدیگه میشستیم و یه سازی زده میشد و آوازی خونده میشد و بعد گفتگوهای فلسفی پیش میومد تا پاسی از شب گذشته به درازا میکشید. از زمره این بچه ها دوستان اون موقع یک شخصی بود به نام آقای عباس معارف که ایشون در سال 1183 از دنیا رفت و این یکی از در واقع سایی ترین شاگردان آقای سید احمد فردید بود، عباس معارف، که در این حال تار هم میزد و به موسیقی هم علاقه شگفتی داشت و در این حال ایشون به زبان عربی هم آشنایی داشت، مطالعه داشت و متون عربی رو هم میخوند، به ویژه متون فلسفی و به ویژه متون فلسفی عرفانی و کتاب‌های نظیر مثلا کتاب‌های فصوص الحکم، کتاب فصوص الحکم ابن عربی یا کتاب‌هایی که در شرح فصوص الحکم نوشته شده بود، البته با استاد این کتاب‌ها رو می‌خوند و که در این رابطه بعداً توضیح بیشتری خواهم داد. علی‌ای‌حال در این رابطه گفتگو می شد و تا پاسی از شب گذشته با هم صحبت می کردیم. کسان دیگه هم بودن که طبع شعری داشتن، اهل ذوق بودن. این آقای علی معلم دامغانی که الان رئیس فرهنگستان هنر شده، ایشون هم از همین
دوستان مرحوم عباس معارف بود که ایشون طبع شعری داشت و بعد در همین گفتگوهایی که با مرحوم معارف بودم شرکت میکرد و چنان که گفتم مرحوم معارف خیلی قوته‌ور بود در آراء و افکار سید احمد فردید و اون درس های مکملی هم که خونده بود که بعدها کتابی در این زمینه نوشت زیر عنوان حکمت انسی و این رو مطرح کرد، اینها در واقع تکمله هایی بود به همون دروس سید احمد فردید. و هر حال میتونیم بگیم که معارف یه نقش اساسی داشت در انتقال افکار آقای سید احمد فردید در میان دانشجویانی که اون موقعی که مثلا انقلاب شد تازه فارغ التحصیل شده بودن، حدود مثلا 25-6 سال سن داشتن و الان حدود 57-8 سالشونه یا تو این مایه سنی هستند. خود معارف در واقع به خاطر مطالعات جانبی زیادی که انجام داده بود نقش معلم یا حتی مربی اونها رو بازی میکرد و در واقع بعد از اینی که حرفهای مرحوم فردید رو میشنفت و سعی میکرد با تطبیق با نظریات عرفا اینها رو هضم بکنه، بعد اونها رو بیان میکرد و بعد گفتگوها به درازا میکشید با بچه ها، به این ترتیب بود. حال پیش از اینی که به در واقع ادامه صحبتم در مورد عباس معارف بپردازم و تأثیری که روی بچه ها گذاشت، برمیگردم به سید احمد فردید. به طور کلی شخص با استعدادی بود، زاده یزد بود ایشون. در همون دوران دبیرستان که ایشون تحصیل میکرد یک مقداری زبانهای خارجی رو ایشون سعی کرده بود که فرا بگیره، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی. و البته نباید فراموش بکنیم که در اون تاریخ ایران در فضای بین جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، مشکلاتی که با همسایه شمالی وجود داشت و ظهور ایدئولوژی های مختلف در دنیا مثل استالینیزم، مکتب معروف به مارکسیزم و مکتب مارکسیزم لنینیزم مبتنی بر ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی و فاشیزم، اینها همه در این دوره یعنی در قرن بیستم خب بروبروی همه این ایدئولوژی های مختلف بوده و که اینها سر از بستر فلسفی در می آورد و به همین دلیل یک نفر که علاقمند به فلسفه بود خود به خود توی کوران این جریانات فکری هم قرار می گرفت و چون منابع قابل توجهی به زبان فارسی نسبت به این مکاتب نوظهور فلسفی وجود نداشت، ضرورتاً اشخاص علاقمند باید می‌رفتن و یک زبان یا دو زبان یا چند زبان خارجی رو سعی می‌کردن یاد بگیرن تا از طریق اون بتونن از اون متون استفاده بهینه بکنن. آقای سید احمد فردید هم که اصولاً تعلق خاطر به فلسفه داشت، از همون دوران دبیرستانش رفت به آموزش
زبانهای دیگر رو آورد. حالا چطوری؟ به خاطر اینکه خب زبان یاد گرفتن، البته یه موقع آدم میخواد یک متنی رو بخونه، یه موقع میخواد یه متنی رو تکلم بکنه، یه موقع میخواد یک مفهومی رو به زبان دیگری، به دیگری، به مخاطب خودش بیان بکنه. اینها روش‌های مختلف فراگیری یک زبان خارجیه. آدم برای چی میخواد، به چه منظوری میخواد زبان بخونه؟ همین، فقط قصدش خوندن متونه. و به هر حال اینها روش‌های مختلفه. بعد مسئله خودآموز زبان تا چه اندازه میتونه به انسان کمک کنه تا یه زبان خارجی رو به خوبی یاد بگیره، تا چه اندازه، به خصوص وقتی صحبت از متون فلسفی میشه و اصطلاح و واژگان فلسفی که بسیار قضیه پیچیده‌ایه. یعنی اصولاً اینجا دیگه بحث زبان به طور کلی نیست. یعنی این نیستش که مثلا اگر آدم زبان آلمانی یاد بگیره پیش خودش، یا حتی بره مدرسه و زبان آلمانی یاد بگیره، بتونه مثلا از متون فلسفی مثلا هگل بتونه استفاده کنه، یا اساتید دیگری که به زبان آلمانی متون خودشون رو نوشتن. یعنی خود آلمانی ها هم که زبان آلمانی زبان مادریشونه، مطالبی رو که مثلا هگل یا استادان دیگر فلسفه نوشتن رو اگر بخوان یاد بگیرن، باید برن سر کلاس فلسفه بشینن و یه دوره کامل از دیپلم تا دکترا رو طی کنن تا بفهمن که این مقوله‌ای رو که این آقا داره میگه یعنی چی. به زبان فارسیش هم همینجوره. اینجوری نیست که هر کسی زبان فارسی حرف میزنه بتونه مثلا نمیدونم کتاب مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز رو که شیخ محمد لاهیجی در شرح کتاب شیخ محمود شبستری به زبان فارسی نوشته، دو تا خطش رو بخونه، نه اینکه بفهمی کتاب. کتاب 850 صفحه رو دو تا خطش رو بخونه. این زبان فارسی که عموما همه ما بلدیم، این کفایت نمیکنه از اینکه آدم این رقم متون رو بتونه باهاش بخونه. حالا یه نفر بخواد مثلا زبان آلمانی پیش خودش یاد بگیره و بعد بره باز پیش خودش با این زبونی که خودش یاد گرفته متون فلسفی رو که فلاسفه بزرگ نوشتن رو بخونه، این یه کار خارق العاده ای. اگر توش موفق بشه، این نشون میده که یعنی یه نبوغ فوق العاده استثنایی داره. چون اگر که آدم بدون استاد و بدون تسلط کامل بر زبان خارجی و بر اصطلاحات خاص فلسفه بخواد این کار رو بکنه، غالبا هر چی که میفهمه اشتباهه. یعنی کاملا برداشت‌های خودش رو دنبال میکنه که حرفی به مطلبی که اون طرف گفته مطلقا عزیزان نداره، مطلقا نداره. به همین دلیله که همیشه گفته شده که این متون رو انسان باید نزد اساتید فرا بگیره، پیش خودش نمیتونه بخونه. حتی یه نفر زبان عربی اگر بلد باشه، تام و تمام زبان عربی بلد باشه، نمیتونه شفای ابن سینا رو پیش خودش بخونه، بعد بره سر کلاس بشینه از استاد یاد بگیره. اگه عربی نبلد نباشه که اصلا نمیفهمه چی چیه. اگه عربی بلد باشه پیش خودش نمیتونه بخونه، بعد بره پیش استاد. برای اینکه اینها کتبیه که بر مبنای اصطلاحات ویژه زبان خاص خودش رو داره. حال این که زبان عربی و زبان فارسی و به هر حال ما تا اندازه زبان فارسی رو به عنوان زبان مادریمون یاد میگیریم و در حد نیازهای روزمره ازش استفاده میکنیم، با این همه نمیتونیم حول و حوش کتب فلسفی بچرخیم. عزیزان، درک زبان فلسفه و هر زبان دیگه ای احتیاج داره که آدم بره سر کلاس و پیش استاد. نهایتا سید احمد فردی به علت علاقه بسیار زیادی که به فلسفه داشت، ایشون خودش
شروع کرد به اینکه زبان آلمانی یاد بگیره، زبان انگلیسی تا اندازه یاد بگیره، زبان فرانسه تا اندازه یاد بگیره و زبان عربی. دانشکده ای که بعدا بهش میگن دانشکده تربیت معلم، اون موقع اسمش بود دانشسرای عالی، و در همون رشته فلسفه ایشون نام نویسی کرد و در اونجا فارغ التحصیل در حد لیسانس شد و بعدم به عنوان مدرس شروع کرد به درس دادن. تصادفاً اون زمانی بودش که هانری کورمن در واقع از طرف انستیتوی ایران و فرانسه به ایران اومده بود و یه متون فلسفی رو داشت به زبان فرانسه مینوشت که مربوط میشد به منابع فلسفی ایران، از جمله مثلا حکمت اشراق شیخ اشراق یحیی بن حبش سهروردی زنجانی بود و رسالت و طیر شیخ و رئیس ابو علی سینا بود و کتاب های مختلفی که تو این حول و حوش، یعنی برمیگشت به اندیشه ایران شهری و برمیگشت به قضیه سیمرغ و برمیگشت به مسئله شهود و اشراق، یعنی که کاملا با فلسفه یونانی و تداوم فلسفه یونانی که مبتنی بر خردگرایی بود تفاوت داشت. علی ای حال اون مطلبی رو که خودش به زبان فرانسه نوشته بود از یحیی مهدوی پرسید که آقا شما کسی رو میشناسی که زبان فرانسه بلد باشه و این کتاب ما رو ترجمه کنه به زبان فارسی؟ من میخوام از طریق انجمن ایران و فرانسه زودتر اینو چاپ کنم. اون گفت بله، یه آقای هست به نام احمد فردی، بدین ایشون ترجمه میکنه. بعد دادن با آقای احمد فردی صحبت کردن، گفتن آقا این کتاب میخوایم ترجمه کنیم، شما میتونید؟ گفت بله. گرفت و ترجمه نشد اون کتاب، یعنی به درازا کشید و اینا هم هی میخواستن این کتاب رو چاپ بکنن و بعد دنبال آقای فردید میگشتن و پیداش نمیکردن. و بعد اتفاقا یه دفعه سوار درشکه بودن، داشتن تو خیابونای تهران میرفتن، یهو دیدن آقای فردید هم سوار یه درشکه ای از اون ور داره میاد. آقای مهدوی پیاده شد و جلوی درشکه رو گرفت و آقا پس این ترجمه به کجا رسید؟ چی شد؟ بالاخره شما میدی اینو نمیدی؟ ما یه فکر دیگه ای کنیم، چیکار کنیم؟ علی ای حال که اینا البته تو مقدمه همون کتاب نوشته شده و که یه بخشش ترجمه آقای فردیده، یه بخشش هم بالاخره دادن کس دیگه ترجمه کرد. میخوام بگم که وقتی انسان یه زبان خارجی رو پیش خودش یاد میگیره، بعدن موقعی که میخواد یه متن رو ترجمه بکنه، اگه میخواد خودش بخونه خب خودش هرچی فهمید میگه که اون طرف اینو نوشته، اما وقتی میخواد ترجمه بکنه و منتشر بکنه و اون ترجمهش رو دیگران میخونند، اون وقت دیگه قضیه فرق میکنه. یعنی میگه آقا این چیزی که من الان دارم مینویسم آیا این درسته یا نه؟ آیا من مطلب رو درست میفهمم یا نه؟ واسه همین هر جمله رو 18 دفعه باید بخونه، معنی کنه پیش خودش، باید به یکی دیگه رجوع کنه، سوال کنه. اینه مسئله استاد داشتن، اینجاست که ضرورت پیدا میکنه. و به همین دلیل اون وقت یک مثلا متن 20 صفحه‌ای که ترجمهش 2 روز طول میکشه برای کسی که در واقع نمیدونه که میخواد دقت هم داشته باشه که بی خودی حرفی ازش به جا نمونه، این ممکنه یهو 6 سال طول بکشه و اون ناشری که میخواد اینو منتشر بکنه همینجوری باید معطل بمونه و رشته امور از هم گسیخته میشه. این مسئله پیش خود یاد گرفتن زبان این اشکالات رو داره و به ویژه پیش خود خوندن کتاب‌هایی که بدون استاد نمیشه فرا گرفتش این اشکالات رو داره. در اون دوره آقای سید حسین نصر ریاست دانشکده ادبیات رو عهده‌دار شد و بعد خواست به فلسفه، چون خودش هم به فلسفه و به خصوص به اسلام علاقه‌مند بود، خواست این رشته رو
تقویت بکنه و به همین دلیل از آقای احمد فردی دعوت کرد که بیاد و در دانشگاه تهران در رشته فلسفه تدریس کنه.